سلام به همه بینندگان عزیز، به کانال ما خوش اومدید. امروز میخواییم نحوه ساخت یک دستگاه تصویر کن آب که خیلی ساده و کاربردی هست براتون آموزش بدیم. برای شروع کار احتیاج به یک لوله پلیکای سایز 12 یا 10 فرق نداره که طولش 50 یا 60 سانت باشه کافیه و همچنین دو تا درپوش داریم. خب بایستی یک سمت لوله رو با یکی از درپوش ها پلم کنیم. همونطور که میدونید درپوش ها براحتی داخل لوله پلیکا جا نمیشه و ما باید لوله رو با مشعل کمی داغ کنیم که تا درپوش ما بتونه براحتی جا بشه. قبل از پلم کردن لوله حتما به خود درپوش و لوله چسب مخصوص این کار رو میزنیم. بعد اجازه دادن درپوش مطابق ویدیو باید در قسمت پایینی لوله ما محل نصب یک شیر رو ایجاد کنیم. برای این کار ما از یک شیر پلاستیکی کلمن آب استفاده میکنیم. شما میتونید از هر شیری که داشتید به جای این کار استفاده کنید. برای زدن سوراخ کافی که یک نقلی شدنی سایز 1/2 اینچ رو با مشعل داغ کنیم تا بتونیم سوراخ مورد نظر رو روی لوله پلیکا انجام بدیم. قبل بستن شیر اینو بگیم که شیر کلمن آب از یک واشر لاستیکی و یک مهره تشکیل شده. فرقی نداره که واشر لاستیکی رو از سمت داخل یا بیرون جا بزنید و اگه دارید از شیر معمولی آب استفاده میکنید حتما از نوار تفلون استفاده کنید و برای صفر کردن شیر از سمت داخل لوله حتما از یک بوشن استفاده کنید. بعد جا دادن شیر مهره پلاستیکی رو از سمت داخل لوله به روی اون میبندیم و با آچار نگه میداریم و شیر رو میچرخونیم تا خوب صفت بشه که بعدن مشکل نشت پیش نیاد. خب کارمون با این سمت لوله تموم شده. حالا نوبت جا زدن درپوش دومی هست. برای این کار هم مطابق قبلی باید خود لوله رو با مشعل داغ کنیم تا بتونه درپوش جا بشه. فقط بعد جا شدن درپوش اونو چسب نمیدنیم و محکمش نمی کنیم. مطابق ویدیو درپوش دومی رو برمی‌داریم و یک سوراخ در وسط اون به اندازه پیچه سایز 8 می‌زنیم و بعد اون یک درب شیشه نوشابه رو هم برمی‌داریم و همین کار رو با اون انجام می‌دیم. تو این قسمت یک ولف تیوب موتورسیکلت رو که سوزنش باز شده رو برمی‌داریم. قسمت پایینی اونو کمی تفلون میزنیم و از قسمت داخلی درپوش اونو جا میزنیم و بعد درب نوشابه رو از قسمت بیرونی همین ولف توی جا میزنیم و با پیچه و مهره خود ولف هر دو رو به هم محکم میکنیم به طوری که آب بندی بشن. دوستان این قسمت ورودی آب به داخل تصویر کن ما هست و شما میتونید برای ورودی آب شیر یا تانکر یا هر چیز دیگری این قسمت رو با یک مغزی و یا بوشن آب به سلیقه خودتون تغییر بدید. تا
تصفیه کن ما آماده شده، حالا نوبت بارگذاری مواد تصفیه کن آب هست. برای شروع کار ما از پنبه بهداشتی استفاده میکنیم و تا قسمتی که روی لوله علامت زدیم رو پنبه میذاریم و خوب فشار میدیم تا پنبه تمامی قسمت داخل لوله رو بتونه پر کنه. شما میتونید به جای پنبه از یک پارچه ضخیم و البته تمیز استفاده کنید. بعد گذاشتن پنبه حالا نوبت استفاده از دغال چوب هست که بیشتر برای از بین بردن ویروس ها و میکروب ها و گرفتن مواد اضافی هست. برای این کار حتما از دغال چوب معمولی استفاده کنید. دقت داشته باشید که دغال باید تمامی سطح لوله رو پر کنه و جای خالی نداشته باشه. بعد گذاشتن زغال دوباره سطح لوله رو با کمی پنبه دوباره فیلتر میکنیم. در چهارمین مرحله ما از ریزشن استفاده میکنیم. این ریزشن ها همون ماسه شسته شده هست که تو ساخت و سازها استفاده میشه که توسط سرند علج شده و خوب شسته و تمیز شده. این چن ریزه ها در اصل از سرند ریز رد شده و دانه های بزرگتر اون رو در مرحله بعدی استفاده میکنیم. دقت داشته باشید که ریزشن باید تمامی سطح لوله رو پر کنه و هر چقدر بیشتر بریزیم قطعا آب تصفیه تری به دست میاریم و بعد ریزشن رو بعد ریختن خوب فشار بدید و بعد انجام این کار دوباره سطح لوله رو با کمی پنبه مجددا پر میکنیم. در ششمین مرحله از شن استفاده میکنیم. این همون ماسه شسته شده سرند شده هست که دانه های ریزترش رو در مرحله چهارم داخل لوله ریختیم. اینجا بازم میگیم هر چقدر شن بیشتری بریزید آب تمیزتری به دست میارید و بعد ریختن خوب شن ها رو فشار میدیم و بعد دوباره با پنبه یک لایه فیلتر ایجاد میکنیم. در هشتمین مرحله از دانه های بزرگتر شن استفاده می کنیم که تو تصویر سفید رنگ هستن. شما می توانید به جای این از ریزه سنگ هایی که هم اندازه این شن ها هستن استفاده کنید. فقط نکته ای که باید دقت داشته باشید اینه که بایستی از سنگ هایی استفاده کنید که سطحشون کاملا زبر باشه. در دهمین مرحله از سنگ‌های معمولی زبر که اندازه ریک هستن استفاده می‌کنیم. هر چقدر بیشتر بریزید در فیلتر شدن بهتر آب موثر هست. خوب فشار بدید تا تمامی قسمت خالی لوله رو پر کنه و بعد روی اون رو با یک لایه شن شسته شده کاور می‌کنه. در مرحله آخر هر چقدر فضا داخل لوله مونده رو با پنبه خوب پر میکنیم و فشار میدیم و قبل بستن درپوش خوب اون رو چسب میزنیم و بعد درپوش رو سر جاش خوب محکم میکنیم.
دستگاه تصویر کنم و آماده شده. یک شیشه نوشابه خانواده رو برمیداریم و از قسمت پایینی اون مطابق ویدیو برش میدیم و سر شیشه رو روی درب بطری که بالای دستگاه تصویر کن وصل کردیم میبندیم. خب میتونید مشاهده کنید که هیچ آبی داخل تصویر کن ما نیست. برای شروع کار ما از یک آب گلالود استفاده میکنیم. حدودا 15 دقیقه طول میشه که تا جریان آب به طور طبیعی فیلتر بشه و به پایین لوله که همون شیر هست برسه. خب از این هم خودتون میتونید نتیجه کار رو مشاهده کنید. این بود از ساخت یک تصویر کن ساده آب. اگر از ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب و تا یک ویدیو دیگه همگیتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.